سلام و شما به بخش خبر تلویزیون ایران فردا خوش آمدید. من فریبا شیرازی هستم. علی اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش ایران اعلام کرد حدود 1/3 دانش آموزان ایران در فضاهایی تحصیل می کنند که در معرض تخریب هستند و نیاز به مقاوم سازی دارند. به گزارش ایسنا وی همچنین گفته است که 130,000 کلاس درس نیز در نقاط مختلف کشور فاقد وسایل گرمایشی مناسب هستند. به گفته این مقام مسئول، به دلیل فقدان اعتبار کافی در آموزش و پرورش، نیروهای شاغل در این وزارتخانه انگیزه لازم برای افزایش مهارت‌های خود را ندارند. در حالی که دولت گفته است با افزایش قیمت کالاها در بازار موافق نیست، مردم همچنان شاهد گرانی کالاها هستند. به گزارش خبرگزاری مهر، افزایش قیمتها را میتوان در بسیاری از کالاهای مصرفی و اقلام خوراکی مشاهده کرد. یکی از مهمترین وعده‌های انتخاباتی و برنامه‌ی حسن روحانی بهبود وضعیت اقتصادی و مهار تورم بود. با این حال، اما اگرچه آهنگ تورم تا حد کند شده، اما بسیاری از کالاهای اساسی افزایش قیمت داشتند. ایست قلبی در طی 15 ماه گذشته به عنوان بیشترین علت مرگ در تهران جان 7,990 نفر را گرفت. خبرگزاری تسنیم ضمن اعلام این خبر گزارش داده ایست قلبی در 3 ماهه نخست امسال نیز به عنوان بیشترین علت مرگ معرفی شده که بر اساس آن جان 1,370 نفر را گرفته است. سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی به نقل از عباس عراقچی اعلام کرد ایران و کشورهای 5+1 تصمیم قطعی دارند که در نشست امروز دوشنبه در وین نگارش متن توافق جامع آغاز شود. دور جدید مذاکرات جمهوری اسلامی و گروه 5+1 از امروز دوشنبه با نهار کاری محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی و کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در وین اتریش به مدت 5 روز آغاز می شود. به گزارش رسانه‌های ایران، عباس عراقچی معاون حقوقی و بین الملل وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی و عضو ارشد تیم مذاکره کننده با کشورهای 5+1 درباره برنامه اتمی ایران، عصر روز گذشته در کمیسیون امنیت ملی مجلس حضور یافت و گزارشی درباره مذاکرات اخیر جمهوری اسلامی با اعضای 5+1 داد که به طور دو جانبه انجام شده بود. حسین نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به نقل از عراقچی گفت که دو طرف مذاکره کننده جمهوری اسلامی و 5+1 تصمیم قطعی دارند که در نشست روز دوشنبه در وین روند نگارش توافق را آغاز کنند. مذاکرات اتمی ایران از امروز دوشنبه 26 خرداد در وین وارد 5مین دور خود می شود. به گفته نقوی حسینی، به نقل از عراقچی ایران با همه اعضای 5+1 برنامه گفتگوی دو جانبه دارد که در آینده اجرا خواهد شد. عباس عراقچی در کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت که مذاکرات دو جانبه کمک زیادی به پیشرفت کار می کند. سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت که آمریکایی ها شرایط پس از 20 ژوئیه را به نفع مذاکرات نمی دانند. وی افزود اگر تا 20 ژوئیه توافق حاصل نشود باید درباره تمدید و شرایط آن بحث شود. نقوی حسینی گفت که از نظر محتوایی رسیدن به نکات مشترک سخت است. او افزود که خطوط قرمز طرفین مشخص شده، هرچند هنوز تصمیمی در مورد هیچ موضوعی گرفته نشده است. سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس میزان غنی‌سازی، تعداد و نوع و نسل سانتریفوژ ها، آب سنگین عراق، حدود و کیفیت تحقیقات هسته‌ای، نحوه و زمان لغو تحریم ها را از جمله موضوعاتی که مورد اختلاف دو طرف هستند برشمرد. نقوی حسینی به نقل از عباس عراقچی گفت که جمهوری اسلامی سیستم دفاعی یا موشک های دوربرد خود را به عنوان خط قرمز ایران مطرح کرده که قابل مذاکره نیستند. همچنین به گفته عراقچی جمهوری اسلامی خواهان لغو تمامی تحریم ها بعد از توافق است و برخی تحریم های دولت و کنگره آمریکا باید در گفتگوی دو جانبه حل شود،
در غیر این صورت دلایلی برای ادامه مذاکره وجود ندارد. در همین حال عباس عراقچی در گفتگو با خبرگزاری ایرنا درباره مذاکرات دو جانبه با آلمان درباره موضوعات مطرح شده در مذاکرات هسته‌ای سخن گفت. او گفت این گفتگوها در آستانه دور بعدی مذاکرات وین از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و طرفین بر ضرورت آغاز نگارش متن توافق نهایی تاکید کردند. عضو ارشد تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی افزود که این مشورت ها در وین نیز ادامه خواهد یافت. جمهوری اسلامی پیش از مذاکرات دو جانبه با آلمان با هر یک از کشورهای آمریکا، فرانسه و روسیه نیز مذاکرات دو جانبه داشته است. روز گذشته نیز رئیس جمهور اسلامی حسن روحانی گفته بود که ایران آمادگی دارد در چارچوب قوانین بین المللی مذاکرات هسته‌ای خود با 5 به علاوه 1 را به نتیجه نهایی برساند. روحانی گفته بود که ادامه تحریم ها علیه ایران امکان پذیر نیست و شرکت های غربی هم در حال حاضر در حال مذاکره و بستن قراردادهای همکاری با ایران هستند. مذاکرات امروز وین در حالی آغاز می شود که 5 کشور عضو شورای امنیت و آلمان با هم رایزنی خواهند کرد. سپس قرار است که همه هیئت های نمایندگی مذاکره کننده در روز سه‌شنبه با هم دیدار و گفتگو کنند. کارشناسان ایران و 5 به علاوه 1 در روزهای 14 و 15 خرداد در وین دیدار و گفتگو کردند. علاوه بر این، وزیر امور خارجه ایران محمد جواد ظریف و کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز در روزهای 5 و 6 خرداد در ترکیه دیدار کردند. اگر 20 ژوئیه توافق نهایی حاصل شود، انتظار می‌رود که بر مناقشه اتمی ایران که 10 سال به طول انجامیده نقطه پایان گذاشته می شود. شماری از مقامات جمهوری اسلامی از جمله محمد علی موسوی جزایری، امام جمعه احواز، ظهور گروه داعش در عراق را یکی از نشانه های ظهور امام 12 شیعیان عنوان کردند. آقای جزایری مبارزه با این گروه را برای مردم عراق و جمهوری اسلامی امتحانی الهی دانسته است. علی سعیدی نماینده ولی فقیه در سپاه در روزهای اخیر گفته با وضعیت فعلی منطقه‌ای نمیتوان شاهد ظهور امام 12 بود و برای تحقق ظهور باید منطقه خاورمیانه دگرگون و دچار تحول اساسی شود. گروه تروریستی دولت اسلامی عراق و شام موسوم به داعش که در روزهای گذشته با حمله به استان نینوا کنترل بخش‌هایی از شهر موسل در این استان را در دست گرفته بود، به سمت استان صلاح الدین عقب نشینی کرد. بحران امنیتی در عراق امروز دوشنبه وارد 7 روز خود شد. در گزارش‌های تصویری و ویدیویی که از رفتار دولت اسلامی عراق و شام موسوم به داعش منتشر شده، جنایت‌های این گروه تروریستی به طرز بی‌سابقه‌ای نمایش داده شده است. این گروه تروریستی به سهولت انسان‌ها را قتل عام می‌کند و آنها را شلاق می‌زند و دیگر حدود اسلامی را به گفته خودشان درباره مردمی که زیر کنترل آنان درآمده‌اند اجرا می‌کند. در همین حال نیروهای ارتش عراق عملیات گسترده‌ای علیه شبه نظامیان داعش و دیگر گروه‌های شبه نظامی که بخشی از مناطق شمال عراق را تصرف کردند آغاز کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، ارتش عراق شهرهای تکریت مرکز استان صلاح الدین و مناطقی در جنوب شهر موسل مرکز استان نینوا را به شدت بمباران کرد. خبرگزاری دولتی عراق هم گزارش داده است که جنگنده های ارتش پایگاهی را که در آن شماری از رهبران حزب بعث و گروه داعش حضور داشتند را بمباران کردند. بنابراین گزارش در این حمله 50 نفر از رهبران دو گروه کشته شدند که احمد دوری فرزند عزت دوری معاون اول صدام حسین رئیس جمهوری سابق عراق از جمله آنهاست. همچنین 10 تن از نیروهای ارتش با چتر از هواپیما در شهر بیجی فرود آمدند. از سوی دیگر نیروهای دولتی یک کمربند امنیتی برگرد بغداد پایتخت عراق ایجاد کردند. این در حالی است که داوطلبان ثبت نام خود را برای جنگ علیه شبه نظامیان تندرو ادامه می‌دهند.
این اقدام در پی آن صورت می‌گیرد که آیت الله العظما علی سیستانی عالی ترین مرجع شیعیان جهان در پیامی از تمام کسانی که توانایی حمل سلاح دارند خواست برای جنگ علیه گروه‌های تندرو و دفاع از مقدسات خود بپاخیزند. در همین حال شیخ یوسف قرضاوی رئیس اتحادیه علمای مسلمان که مقر آن در دوحه پایتخت قطر است در بیانیه از فراخوان آیت الله سیستانی برای حمل سلاح به منظور جنگ علیه تندروهای سنی مذهب انتقاد کرد. باراک اوباما رئیس جمهوری و جان کری وزیر امور خارجه آمریکا هم در سخنان خود عامل اصلی بحران عراق را اختلاف میان سیاستمداران این کشور به خاطر گرایش‌های مذهبی دانستند. از سوی پلیس عراق اعلام کرد که دست کم 7 نفر از نیروهای نظامی اقلیم کردستان موسوم به پیشمرگه در حمله هوایی ارتش عراق به استان دیالا کشته شدند. این حمله شامگاه شنبه روی داده است. اما مدیر کل نیروهای امنیت اقلیم کردستان میگوید تنها 2 نفر از نیروهای کرد در حمله هوایی به شهرک جلولا کشته شدند. در رویداد دیگر لنسی گراهام سناتور جمهوری خواه آمریکا اعلام کرد که لشکرکشی سازمان تروریستی داعش به اردن بعید نیست. وی در ادامه افزود سقوط پادشاه اردن به دست داعش به معنای آن است که خاورمیانه به پایان خواهد رسید. لنسی گراهام گفت که باید جلوی لشکرکشی داعش به بغداد گرفته شود و نوری المالکی نخست وزیر عراق استعفا دهد. وی با بیان اینکه نوری المالکی قادر به حفظ وحدت و تمامیت ارضی عراق نیست گفت شاید به همکاری نظامی ایران و آمریکا نیاز باشد. در تحول دیگر نیز هفته‌نامه انگلیسی ساندی تایمز طی مقاله‌ای مدعی شد که ایران فرماندهی نیروهای مسلح عراق را با هدف سازماندهی کردن جنگ علیه گروه داعش را بر عهده گرفته است. ادعای این هفته‌نامه انگلیسی در حالی مطرح می شود که محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی هر گونه حضور نیروهای ایرانی در عراق را رد کرده است. پیش از این نیز روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال مدعی شده بود که جمهوری اسلامی نیروهای سپاه قدس را برای مقابله با عناصر تروریستی داعش به عراق فرستاده است. اما در همین حال فال فیاض فرمانده کل نیروهای مسلح عراق اخبار منتشر شده درباره ورود نیروهای ایرانی به عراق برای مبارزه با عناصر تروریستی داعش را رد کرده است. در تحول دیگر هم علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی احتمال همکاری ایران و آمریکا در بحران عراق را رد کرده است. این در حالی است که روز شنبه 24 خرداد ماه حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی در یک نشست خبری در تهران گفته بود هرگاه آمریکا علیه داعش اقدامی کرد می شود درباره همکاری با این کشور فکر کرد. در همین حال روزنامه آیدین لیغ چاپ ترکیه با انتشار گزارشی مدعی شده که از پشت پرده دیدار مقامات دولت عدالت و توسعه در مرز ترکیه با عراق با نیروهای داعش پرده برداشته است. این روزنامه با اشاره به 2 روز دیدار میان مقامات دو طرف و حضور فرماندهان ارشد بعثی در میان نیروهای داعش نوشت در نخستین شب دیدار میان مقامات عدالت و توسعه با فرماندهان داعش موضوع آزادی گروگان‌های ترک در موصل مطرح شد. به نوشته این روزنامه در میان فرماندهان داعش هاشم جمس فرمانده سابق گارد ریاست جمهوری صدام حسین نیز حضور داشت. تمام این رویدادها پس از آن روی می‌دهد که هفته گذشته شبه نظامیان وابسته به گروه تروریستی داعش در یک پیشروی سریع استان نینوا و بخشی از استان صلاح الدین را به تصرف خود درآوردند. سخنگوی این گروه همچنین در پیامی صوتی از نیروهای خود واخواسته است تا به سمت بغداد، نجف و کربلا حرکت کنند. داعش گروهی اسلامگرا است که در عراق و سوریه فعالیت می کند. این گروه که به روش‌های بسیار خشونت‌آمیز شهرت دارد می گوید در پی برقراری امارت اسلامی است.
عبدالله عبدالله نامزد دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان خواهان تعلیق کار ضیاءالحق امرخیل رئیس دبیرخانه کمیسیون مستقل انتخابات شده است. آقای عبدالله که در نشست خبری در کابل صحبت می کرد گفته است آقای امرخیل متهم به تقلب است و دیگر نمی شود به او اعتماد کرد. پلیس کابل روز شنبه اعلام کرد دو خودروی حامل مواد انتخاباتی را که بدون اطلاع نیروهای امنیتی در حال انتقال به مکانی نامعلوم بوده توقیف کرده است. آقای امرخیل این اتهام را رد کرده و گفته است خودروها در حال انتقال مواد انتخاباتی به یکی از محلات رایدهی بودند ولی پلیس مانع شده است. دور دوم انتخابات افغانستان که روز 14 ژوئن میان عبدالله عبدالله و اشرف غنی احمدزی برگزار شد، آقای عبدالله 45% آرا و آقای احمدزی 31.5% آرا را به دست آوردند. وزارت امور خارجه ترکیه طی بیانیه‌ای ضمن اشاره به خشونت‌ها در عراق نسبت به گسترش آن به دیگر مناطق ابراز نگرانی کرده. پیشتر رجب طیب اردوغان گفته بود حوادث کنونی عراق به درگیری‌های مذهبی تبدیل می‌شود. میثاق بختیاری از ترکیه گزارش می‌دهد. در ادامه بحران در عراق، آقای رجب طیب اردوغان ضمن ارزیابی تحولات چند روز گذشته عراق گفته اکنون روند رویدادهای عراق فراتر از مسئله موصل هست. این مسئله حتی فراتر از عناصر گروه تروریستی داعش هست و شاید ما در آینده شاهد یک جنگ مذهبی باشیم که البته تحرکات داخلی و خارجی در اون نقش بسزایی داره. آقای اردوغان اعتقاد داره بحران فعلی در عراق جنبه بین‌المللی به خودش گرفته. بر اساس همین موضوع هم هستش که ایشون معتقد در این رابطه باید به مذاکرات خودش با ایران و امریکا ادامه بده. در این مسیر هم البته آنطور که روزنامه سبای ترکیه روز گذشته عنوان کرده، آقای اردوغان تماس تلفنی رو با آقای جو بایدن معاون آقای اوباما داشته و عنوان کرده که امنیت جانی کارکنان کنسولگری ترکیه خط قرمز ماست و امریکا و عراق نباید در این رابطه دست به عملیات نظامی بزنه، چرا که این موضوع موجب میشه امنیت گروگان‌های ترکیه به خطر بیفته. اما در ارتباط با آخرین وضعیت اسبای ترکیه که به دست گروه تروریستی داعش در عراق به گروگان گرفته شده، آقای ناجی کورو معاون وزارت خارجه ترکیه گفتن که اشغال کنسولگری کشورش از سوی داعش با اهداف سیاسی نبوده و قصد این گروه غارت اموال این کنسولگری بوده. با این همه آقای کورو گفتن که تاکنون گروه داعش تقاضایی برای بازخواهی در این زمینه از دولت ترکیه مطرح نکرده. اما این مسئله رو در واقع روزنامه حریت به شکل دیگه و از زاویه دیگه میبینیم که این روزنامه بهش نگاه کرده. البته باز هم به نقل قول از آقای ناجی کورو، این روزنامه در مطلب اخیرش نوشته نیروهای امنیتی عراق بدون ارائه اطلاعات محوطه کنسولگری رو ترک کردن. حریت می‌نویسه دولت آنکارا از کارمندان کنسولگری خودش خواسته بود که هر چه سریع‌تر مدارک موجود در ساختمان رو از بین ببرن و از محل خارج بشن، اما خب سرعت حادثه از یک سو و ترک محل خدمت نیروهای عراقی از سوی دیگه مانع این امر شده. اما از طرف دیگه برخی احزاب مخالف دولت ضمن انتقاد از آقای داوودوغلو خواستار استعفای ایشون شدن با این عنوان که ایشون در این مسئله کوتاهی کرده. آقای داوودوغلو البته در واکنش به این موضوع گفتن که اگر با استعفای من گروگان ها آزاد خواهند شد استعفا خواهم داد، اما مسئله این هستش که در شرایط کنونی همه ما باید بر اعصابمون مسلط باشیم و بعد از آزادی گروگان ها هر کس هر چه دوست دارد بگوید. مسئله دیگه که باید بهش اشاره بکنیم بیانیه روز شنبه وزارت خارجه هستش در ارتباط با ادعای یک روزنامه داخلی با این عنوان که 3000 شهروند ترک در عضویت گروه داعش قرار دارند. در این بیانیه وزارت امور خارجه این ادعا رو رد کرده و گفته شده که چنین ادعایی صحت نداره و در واقع چنین گزارش‌هایی از سوی هیچ یک از نهادهای امنیتی کشور تا کنون منتشر نشده. با این همه مقامات ترکیه در سطوح بالا با دقت تمام موضوع رو در دستور کار خودشون قرار دادن. از جمله اشاره بکنیم به جلسه روز شنبه آقای عبدالله گل در کاخ چانکایا با مقامات امنیتی دولتی و نظامی که در این جلسه تلاش کردن روند آزادسازی گروگان ها رو مورد بررسی قرار بدن. هرچند این اطمینان رو دولت داده که از وضعیت سلامت گروگان ها اطمینان خاطر داره.
دفتر مطالعات حقوقی مرکز پژوهش‌های مجلس خواستار تشکیل کانون‌های ازدواج موقت در ایران شده است. این درخواست در پژوهشی که با عنوان ازدواج موقت و تأثیر آن بر تعدیل روابط نامشروع جنسی در سایت مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر شده عنوان شده است. در فصل دیگری از این گزارش نیز به موضوع تعرض جنسی به زنان پرداخته شده و آمده بیش از 60% زنان تهرانی که در یک نظرسنجی شرکت کردند سابقه تعرض جنسی داشتند. این پژوهش در پایان به ادارات ثبت توصیه کرده در ثبت ازدواج موقت در جایی غیر از شناسنامه سهل‌گیری کنند و به لایحه حمایت از خانواده بندی با عنوان ازدواج موقت اضافه شود. دو فرزند مرتضی مطهری در سخنانی انتقاداتی را از نظام و نیز حسین شریعت مداری نماینده علی خامنه‌ای در مؤسسه کیهان مطرح کردند. محمد مطهری واکنش روزنامه کیهان به پروفسور جیمز کلارک را شرم‌آور خواند. علی مطهری نماینده اصولگرای مجلس از وجود حاکمیت دوگانه در برخورد با مطبوعات انتقاد کرد و گفت انتظارها این است که دولت 11 در حوزه حقوق ملت فعالتر، شفافتر و با جسارت بیشتری فعالیت کند. مطهری با انتقاد از توقیف مطبوعات از سوی قوه قضاییه افسوده این موضوع به وسیله رئیس جمهور قابل حل است و رئیس جمهور می تواند به قوه قضاییه اخطار دهد. این نماینده مجلس درباره حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی نیز گفته که حصر خانگی بدون حکم قضایی خلاف قانون اساسی است. وی اضافه کرده اگر موسوی و کروبی تخلفی انجام داده باشند باید در دادگاه صالح محاکمه و حرفهای خود را بزنند که البته در این راستا احمدی نژاد هم باید محاکمه شود. مطهری در بخش دیگری از سخنرانی خود اعلام کرده در جمهوری اسلامی هیچ مقام غیرقابل انتقادی نداریم و اینطور نیست که رئیس قوه قضاییه احساس کند غیرقابل انتقاد است. محمد مطهری دیگر فرزند مرتضی مطهری نیست که کمتر در رسانه ها حضور دارد و یک فرد معمم است در جوابیه شدید اللحنی پاسخ کیهان را داد و حمله این روزنامه به پروفسور کلی جیمز کلارک را شرم‌آور خواند. آقای مطهری خطاب به حسین شریعت مداری گفته است هیچ کس مانند جنابالی به سبب برخوردهای غیر منصفانه و غیر علمی و مملو از تمسخر و افترا و اتهام با دیگر اندیشان و نواندیشان در گسترش افکار سکولاریستی و روشنفکر مابانه غربی در میان جوانان ایرانی و حتی مسئله دار کردن آنان با نظام مؤثر نبوده است. روزنامه کیهان روز سه‌شنبه 20 خرداد ماه 93 در مطلبی تحت عنوان دعوت از آمریکایی همجنس باز برای تبیین اندیشه شهید مطهری از جیمز کلارک به عنوان فردی یاد کرده بود که در دفاع از همجنسگرایی مطلب نوشته است. محمد مطهری در جوابیه خود پروفسور کلی جیمز کلارک را فیلسوف خداباور مسیحی و از مقابل کنندگان معروف با الحاد در غرب معرفی کرده است. محمد مطهری در جوابیه خود به مصاحبه اختصاصی کیهان مورخه 29 آذر 91 با تیری میسان روزنامه‌نگار فرانسوی در جریان سفر به ایران که این روزنامه‌نگار را همجنسگرا معرفی کرده است اشاره کرد. آقای مطهری اضافه کرد وی در رسانه ملی در برنامه زنده راز هم شرکت کرد. به همین منوال وقتی پروفسور جیانی واتیمو فیلسوف ایتالیایی ملحد و همجنس باز که به شرکت در راهپیمایی همجنس بازان مقید است سخنران افتتاحیه همایش بین المللی روز جهانی فلسفه در ایران در سال 1389 بود به دلایل معلوم صد البته باید سکوت می شد. مطهری در بخش دیگری از جوابیه خود خطاب به شریعت مداری تصریح کرده است یکی از ایرادات جنابالی به حضور کلارک این است که معتقد است دین نقشی در حاکمیت ندارد و به دین رحمانی معتقد است و قانون ارث را قبول ندارد. نمی دانم این را از باب رفع خستگی نوشته اید یا مقصود جدی داشته اید. وی افزود اگر فرض دوم صحیح باشد پس لطفاً به وزارت خارجه پیشنهاد بفرمایید که در فرم ویزاهایی که برای متفکران خارجی داده می شود چند عبارت را با جای تیک مشخص کنند.
تا آنان قبل از سفر به ایران درباره حاکمیت دین در جامعه، اعتقاد به دین رحمانی، قانون ارث، مسئله قصاص، قطع دست سارق، تفاوت ارث زن و مرد نظر خود را اعلام نمایند که از همان ابتدا صدور ویزای آنان منتفی گردد تا پس از ورود با تهمت همجنس بازی و جاسوسی بدرقه نشوند. جیمز کلارک فیلسوف آمریکایی که به دعوت بنیاد مرتضی مطهری به ایران سفر کرده بود، بنا بود 16 خرداد ماه در کارگاه فلسفه دین در مشهد سخنرانی کند، اما به گفته هادی بختیاری دبیر اجرایی این کارگاه، این سخنرانی به دلیل واکنش برخی افراد و ایجاد نگرانی پیرامون امنیت دکتر کلارک لغو شد. بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی مشهد نیز از کلارک به عنوان تئوریسین تفکر داروین و همجنس بازان یاد کرده بود. حسین شریعت مداری، نماینده علی خامنه‌ای در مؤسسه کیهان، سالهاست مشغول پرونده سازی علیه افراد و جریان‌هایی است که به نوعی منتقد جمهوری اسلامی محسوب می‌شوند. رسول منتجب نیا قائم مقام حزب اعتماد ملی خطاب به ائمه جمعه ایران گفت ائمه جمعه باید کفاره حمایت از احمدی نژاد را بپردازند، چرا که این همه تورم و فساد مالی حاصل 8 سال ریاست جمهوری و مدیریت وی بر کشور است. آقای منتجب نیا با اشاره به دلواپسان گفته است کسانی که در کار دولت کارشکنی می‌کنند دلواپس منافعی هستند که در دولت گذشته به جیب آنها ریخته می‌شد. جواد کریمی قدوسی عضو جبهه پایداری در جلسه علنی مجلس حسن روحانی را متهم کرده که در رساله دکترای خود اطلاعاتی درباره تعطیلی احکام شریعت اسلامی به انگلیسی ها ارائه کرده است. این نماینده همچنین روحانی را به تلاش برای راه اندازی فرق گرایی جدید در پوشش اعتدال متهم کرده و از وی خواسته برای همیشه بگویید زیر لحاف اعتدال چه می گذارد. این نماینده مجلس انتقادات اخیر حسن روحانی از عملکرد رسانه‌های منتقد را مظلوم نمایی خوانده و گفته دولت این رسانه‌ها را تهدید و به دادگاه کشانده است. حسن روحانی روز شنبه در یک نشست مطبوعاتی گفته بود نهادهای ملی نمی‌توانند اپوزیسیون دولت باشند و منتقدان باید با شناسنامه حرف بزنند. آقای کریمی قدوسی در واکنش گفته به نظر می‌رسد آقای روحانی می‌خواهد به نهادهای مقدس حماسه‌ساز و مدافعان راستین این ملت حمله کند. اما خبرها را با گزارشی از تجمع روزنامه‌نگاران مقیم فرانسه برای گرامی داشت همکاران دربندشان در زندان‌های جمهوری اسلامی به پایان می‌رسانم. محمد رضا شاهید از پاریس از این نشست می‌گوید. خبرهای 48 ساعت گذشته از نظر اهمیت، یکی گفتگوی تلفنی مشترک خانم مرکل، آقای پوتین و آقای فرانسوا اولاند بود در مورد اوکراین، دستگیری فردی که جهادیون مسلمان رو در فرانسه استخدام میکرد و به سوریه میفرستاد و همینطور جمعه شب تعدادی از روزنامه‌نگاران ایرانی ساکن پاریس برای همراهی و همفکری با همکارانشون که در زندان هستن اما تولدشون در ماه خرداد بوده جشنی رو برپا کرد و یک سخنرانی که البته این 5 سال است که چنین مراسمی برگزار میشه، هر سال ایده گفتگو می کنند، اما ابتکار امسال حضور فرزند آقای کروبی بود که از طریق اسکایپ پیامی رو برای حاضرین و شاید برای تمام مردم ایران فرستاد که در این بخش خبری بخش های بسیار کوتاهی از اون رو خواهید شنید و بیشتر اون رو شنبه آینده در زیر آسمان پاریس. از همه کسانی که من سالها به دلیل اینکه در واقع همسرانشون زندان بودن، پدرانشون زندان بودن، برادرانشون زندان بودن یا خواهرشون زندان بودن یا فرزندشون در زندان بودن، من
شرایط پیش برام اومد که سالهای شاید زیادی تونستم به صورت تنگاتنگ با این افراد کار بکنم. ماجرا از این نواز بوده که ادهی از اومدان اون مجموعه آقای جهانگیری رو میبینن و خبر از رفتن بخش مهم میلیارد و هم میلیارد دلاری است از پول این مجموعه میگه که در حساب افرادی، حساب شخصی افرادی برای گذرن تحریم ها قرار گرفت. و این افراد رفتن دیگه من پول دستر شد. تنها کمیسیون تحقیق بر 2500 تخلف دولت احمدی نژاد سهه گذاشته. اخباری که در درون دولت هست، دولت پرهیز داده شده. شخص رئیس جمهور و نزدیکانش از دادن آمار و ارقام فجایع گذشته که بدون شک هیچ قومی تا کنون چنین با این سرزمین نکرده بود پرهیز داده شده. همه اینا اونجا به چه چیزی انجام شد؟ به چه بهانه‌ای؟ به بهانه یک حکومت و دولت ارزشی که اعتبارات مردم رو بازی گرفت، سرمایه های مردم رو بازی گرفت، کشور رو در انجلاب بحران های بین المللی فرو برد و در حوزه اقتصادی که فاجعه انقدر عمیقه که حتی نمیتوان اون رو باز کرد. من اصلا به دنبال این نیستم به این موضوع از نگرش حقانیت و بطران یک سو و سوی دیگری نگاه بکنم. بیرون این باورم که بسیاری از مسائل بیش از آن که علمی باشد ذهنی است. با این گزارش به پایان این مجموعه خبری میرسیم. دعوت میکنم بیننده برنامه صفحه 1 ما هم باشید که بلافاصله پس از خبر پخش میشود. ممنونم که با ما همراه بودید. شب و روز شما خوش.